یک شرکت چینایی می‌خواهد که در بخش واردات مدرهای باربری و اسکواتور در افغانستان سرمایه گذاری کند نماینده این شرکت به افغانستان آمده و روی این مورد با مقام های وزارت صنعت و تجارت گفتگو کرده است وزارت تجارت میگوید که این شرکت علاقمند است تا حدود 20 میلیون دلار در بخش واردات مدرهای باربری و اسکواتور سرمایه گذاری کند بر بنیاد خبرنامه سرمایه گذار چینایی تصریح کرده که شرکت آنان خواستار راه اندازی نمایشگاه و ورکشاپ ترمیم موترهای باربری و اسکواتور است که از این رهگذر برای 50 تن زمینه کار نیز فراهم خواهد شد در خبرنامه نگاشته شده که موین وزارت صنعت و تجارت با تاکید به فرصتهای سرمایه گذاری در سکتورهای گوناگون در افغانستان وعده همکاری همهجانبه داده و گفته است سرمایه داخلی و خارجی از امتیازات یکسان در عرصه سرمایه گذاری برخوردارند قسم مسائل فوق با احتیاط باید برخورد صورت بگیره برای که شما در افغانستان در حقیقت با چه آوردن چنین شرکت های چی هوایی چی زمینی و چیزهای دیگر آرام آرام سرمایدار و این در حقیقت داری کوچک شما را و اک سرمایدار متوسطه که همه خانه خود مفروش یک موتر میاره که تا بتانان انتخال بته اونون از میان میگردارند چین که رقیب درینه امریکا برشمرده می شود همواره بر سرمایه گذاری به ویژه روی استخراج معادن افغانستان تاکید کرده و خواسته تا نقش پررنگتر در عرصه اقتصادی داشته باشد یو داده چی افغانستان یو تجارتی مرکز گرزی چې مون کول <سؤال> شد افغانستان امسای مرکون تخبار موجود و پلورو او علت ورشی که د افغانستان دویم داده چی دویم مهمه ده کول <سؤال> ده چینی کمپنی په افغانستان کې سرمایه‌گذاری وکی او د تبستبندی وکو چې په زرها کسان د پاره و د وتاهد او هوادوال د کار زمينه برابر شي اما شمار دیگر از آگاهان در حوزه اقتصادی به با این باورند که امارات اسلامی حمایت از سرمایه‌گذاران را در اولویت قرار دهد و برای آنان زمینه سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم سازند